بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز دوشنبه هفتم ماه دسامبر 2015 و برابر با 16 آذر ماه 1394 با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. خب دوشنبه ها معمولا در آمریکا مثل شنبه های خودمون همه تنبل هستند. ما امروز یه مقداری تنبل هستیم، البته دلیلش این است که منتظر یکی از دوستان بودیم که قرار بود برای ما یک محموله بیاره. این کلمه محموله وقتی میگی فکر میکنن یه چیز عجیب و غریبیه. یه دستگاهی هست که برای کارهای رادیو تلویزیون و ویدیو اینها باید استفاده کنیم. این بنده خدا داره از بالتیمور میاد. بالتیمور یک مرکز، یه بندره، حقیقتا بندر بزرگ و اصلی هم هست. خیلی چیزا از اروپا و چین، نه چین میره به اون طرف چیز، وقتی میان میرن بالتیمور، بیشتر ریچموند هم میرن ولی بالتیمور بزرگتر و امکاناتش بیشتر. در اصل این بنده خدا داشت میومد، بعد گفت که براش مشکلی پیدا شده و یک ساعتی دیرتر میاد. ما هم گفتیم بیاد. حالا اگه ایشون آمد، ما به غیر از اینکه ضمن تشکر از آقای سرهنگ عقیلی پور 13 دقیقه ایشون برای شما پیام گذاشتن و چه جالب تعریف کردن، تفسیر کردن این ماجراهایی رو که در دنیا امروز داره اتفاق میفته، از کشت و کشتار و تیراندازی در فرانسه، در پاریس، و خبرها انقدر سریع خبرهای جدید و بد میاد که نمیذاره رو اون خبر قبلی به اصطلاح یه مقداری صحبت کنیم. بعدم تیراندازی که در آمریکا شد، در کالیفرنیا، و آقای سرهنگ عقیلی پور خیلی قشنگ این رو توضیح دادن، برای من و شما بازش کردن و امیدوارم شما هم دقت کنید و ببینید که اوضاع به قول معروف از کجا خراب هست و دنیا به چه طرفی داره حرکت میکنه. اینه. و اگر این دوست ما آمد و زنگ زد و در زد، ما تو قسمت اول اگر پیام آقای عقیلی پور رو به اصطلاح پخش کردیم نشد، اون قسمت دوم یک موسیقی نیست، 40 دقیقه شعرهایی هست که آقای یدالله طارمی با اون لهجه شیرین و زیبای خودشون به زبان فارسی و شیرازی شعر گفتن و خودشون هم دکلمه کردن. بهترین کاری که امکان داره یه نفر انجام بده ایشون انجام ده. و اما در رابطه با این کشت و کشتار، اونو براتون پخش میکنم ببخشید، و اما در رابطه با کشت و کشتار و در حقیقت کشتار دیگه، کشت و کشتار نی، کشت و کشتار دو طرف است. چرا اینم دو طرف است؟ اینم زدن زن و شوهر رو کشتن. آقای اوباما هم بالاخره به صدا در آمد و اون چیزی رو که ریپابلیکن ها بهش میگفتن که این کلمه اسلام و مسلمونی رو هم شما توی این یه جوری فشار بده که ما بتونیم هر بلایی میخوایم سر مسلمونا بیاریم، ایشون هم انجام داد. دیشب ساعت 8 شب به وقت ما صحبت کردن و گفتن که ما میکشیم، ما میزنیم، آیسیس رو میزنیم و میکشیم، و توی صحبتاش گفت ما هزاران بار به اینها حمله کردیم. یکی نیست بگه آخه ببخشید آدم دروغگو، میگن دروغ که حناق نیست آدم رو خفه کنه. اگه شما هزاران بار به این آیسیس حمله کردین، بیان بگین حاصل تلفاتشون چی بوده، به جز این که شما رفتید عروسی و بیچاره افغانی ها رو بمب زدید، رفتید نمیدونم بیمارستان آدم های مریض رو بمب زدید، رفتید مدرسه ها رو داغون کردید، رفتید دهات رو از بین بردین. اینا که یل یل دارن میگردن و ماهیانه میلیون ها دلار، به روایت امروز براتون میخونم، ماهی 80 میلیون دلار درآمد اینهاست. باورتون میشه یه سازمان تروریستی بیاد؟ حالا به غیر از این که بعدم معلوم میشه که اینها عربستان سعودی این ورور بهشون پول میدن و این 80 میلیون دلار در ماه اصلا به حساب نمیاد، ولی خب خود 80 میلیون هم بی خود نیست. اینا ماشینای تویوتا، من و شما میخوایم یه تویوتا بخریم، سالها کار میکنیم، تازه وقتی میخوایم بریم قرض کنیم ماشینو بخریم، میگه شناسنامه مامانت بیار، شناسنامه بابات بیار، شناسنامه عمت بیار، و میگه به این سادگی بهمون لون میدن یا وام میدن برای حتی یه ماشینی. وقتی اینها ماشینای
خب اگه یه کسی برای اینها فینانس میکنه، فینانس یعنی چی میگن، قسط بندی میکنه، که ببخشید باید آدم احمقی باشه که برای تروریست ها قسط بندی میکنه، چون تروریست معلوم نیست فردا زنده است یا مرده. پس حرف قسط بندی و ماهیانه نیست، حرف پول نقده. اگرم پول نقده، اون کسی که به اینا این ماشینا رو میفروشه، خب میگه چی؟ میگه دی ام وی کجا؟ میگه اداره راهنمایی کجا این ماشینا نمره میشه؟ همینجوری تو صحرا دارن برای خودشون میچرخ. آمریکا دروغ میگه، فرانسه دروغ میگه، انگلستان دروغ میگه، و بیچاره من و شما که چی میگن، از دست آخوندا و اینها به اینها پناهنده شدیم. چه باید کرد؟ نمیدونم. دوستانی که برنامه ما رو میبینن اون وقتا یه کمی اهمیت میدادن، مینوشتن صدا اینجوریه، تصویر اینجوریه. الحمدلله از بس صدا و تصویر خوبه دیگه شما یادتون رفته ایراد بگیرید. ماشاءالله ماشاءالله، بزنم به تخته. و اما امروز همونجوری که در اول برنامه گفتم 16 آذر هم هست. 16 آذر در تاریخ ما یادآور روزی هست که در زمان شاه دانشجویان به ورود یا به اصطلاح عملیات آمریکا در دنیا اعتراض داشتند، و همون موقع هم گویا آقای نیکسون که اون موقع معاون رئیس جمهور بوده اگه اشتباه نکنم، یا معاون بوده، در صورت آمده بوده تهران و اینها تظاهرات میکنن. بعد آقای شاه هم که خیلی آدم خوبی بوده، شاه سوئیس رفته، دموکرات، ما رو به دروازه 2500 سال رسوند، تاریخمون رو عوض کرد. ایشون سربازاش و ارتشیا و ماموراش و فلان اینا 3 نفر از دانشجویان رو میکشن. و جالب اینجاست که فرزند این آقا در این روز هم پیام میده و روز دانشجویان چنین و چنان. جالب اینجاست که اون مجاهدین هم که الان در دامن آمریکا هستن، اونها هم 16 آذر رو به اصطلاح میخوان ازش یه استفاده ببرن. و این واقعا پررویی اونها تا چه حد، از طرفی بیخیالی من و شما تا چه حد، که اینها رو میبینیم و میخونیم و این خیالمون هم نیست ازش میگذاریم. در هر صورت ننگ و نفرین بر تمام دیکتاتورا، چه شیخ باشه، چه شاه باشه، چه سرهنگ باشه، چه تیمسار باشه، چه خدا باشه، که مردم رو به خاک و خون میکشن که یه چنین روزهایی در تاریخ ما وجود داشته باشه. کم هم نیست، هر روز که میاد، هر ماه که میاد، یه دوتا از این برنامه ها رو داریم و نمیدونم واقعا چه باید کرد. خب پیام دکتر عقیلی پور رو گفتم براتون، در رابطه با جریانات اخیر در پاریس، فرانسه و در دنیا براتون پخش میکنم. سب میکنم هر وقت که این آقا آمد، تا دیدم این ون، همین ماشین های مینیبوس چی میگن، آمد که بارو بیاره، اون موقع براتون پخش میکنم. اگر در تا قسمت اول نیومد، اون رو براتون اول قسمت دوم پخش میکنم. دیگه اگر آمد میریم رو شعرهای شیرازی و اینها. ولی باز هم جا داره که از آقای سرهنگ عقیلی پور تشکر کنم به خاطر اینکه وقت گذاشتن، حتی وقتی که براشون نوشتم اون پیام اولی کامل نبوده، لطف کردن پیام دوباره گذاشتن تا ما هم تونستیم این به اصطلاح تفسیر ایشون رو یا برداشت ایشون رو از این عملیات به اصطلاح بتونیم با شما شیر کنیم، در میون بذاریم. و هم با دوستمون آقای علی شیرازی یک ویدیویی رو فرستاده از آقای پرویز کاردان، یه برنامه‌ای که آقای پرویز کاردان حالا دیگه از مراد برقی و اینها گذشته شده مفسر و میاد برای من و شما خبرهای دنیا و اینها رو گفت. لاف در غربت زدن دیگه، هر چی میخوای بگو. یادم من آلمان که بودم، یادش فوت شد آقای اسحاق بختیاری، روانش شاد، یادش گرامی. یه دفعه با دوستامون صحبت میکردیم اینها، نقل قیمت خونه و این چیزا شد. گفت قیمت خونه تو چقدر؟ گفتم والا ما نمیدونم اون موقع 150,000 تومان 200,000 تومان چقدر خریدیم، الان شنیدم شده 480,000 تومان. یکی گفت آقا 480,000 تومان که خونه نیست، این حتما آلونک مرغ و بره و این هاست، چیکار کنیم؟ دبیر هنرستان بیشتر از این نداریم. بعد اون یکی به اون گفت خونه چقدره؟ اون دوستمون گفت خونه من تو سعادت آباد الان 20,000,000 تومان. حالا اون موقع 20 میلیون تومن زیاد. بعد این بختیاری به من گفت آقا تو دیوانه ای؟ گفتم چرا؟ گفت که
صبر کن، وقتی اینا گفتن تا بالاترین قیمت رو بگو. گفتم آخه برای چی؟ مگه کسی از اینا میخواد به من پول بده یا کسی میخواد خونم رو بخره؟ اون کسی که بخواد خونه منو بخره تو شیراز، قیمتی که میگن تازه میاد چونه هم میزنه. در صورت خندید گفت نه عزیزم، لاف در قربت کی هست که حالا بره خونه تو رو ببینه کجای خیابون پایگاه و خیابون طالقانی و خیابون نمیدونم بریجستون و فلانه ببینه، یا بره خونه این آقا رو ببینه توی سعادت آبا. ما از همون اول دوستان ساده بودیم، حالا هم همینجوری ادامه بدیم. اجازه بدیم از دوستانی تشکر کنیم، از اون دوست عزیزی که کتاب ها رو پست کرده و گفته سنگین بودن و زیاد بودن، یه مقدارش رو فعلا پست کرده تا باقیش بیاد، هنوز نرسیده، هر وقت برسه حتما به وسیله ایمیل یا اون تکس مسیج از شما به اصطلاح تشکر خواهم کرد و ممنونم و امیدوارم حالا این کتابای شما که میرسه ما رو به اصطلاح یه پوش بده که عکسی بگیریم از تمام این کتابا، یه کتاب خونه روی اینترنت درست کنیم، هر کسی هم مایل هست بنویسه بگی من این کتابو 10 دلار میخوام، 100 دلار میخوام، 200 دلار میخوام، که از این بابت یه کمکی هم بشه. البته فقط اینجوری نباشه که ما یه زحمتی بکشیم درآمدی هم نداشته باشیم. و اما از این در رابطه با این اتفاقاتی که میفته، میدونید معمولا این اتفاقاتی که میفته توسط تروریست ها از هر گروه از هر دسته، الان جدیدن توی آمریکا اونایی که واردن میگن اینقدر هی نگید این تروریست ها مسلمون بودن، چون وقت شما میگید مسلمون بودن آیسیس به مسلمونان میگه نگاه کنید اینا هیچ وقت شما رو قبول ندارن و جز به خودشون نمیدونن. چرا وقتی یک بله نه این نیست یکی دیگه است وقتی یک کریسچن یا یه مسیحی میره آدم میکشه نمیگن یه مسیحی آدم کشت، اگه یه کلیمی بره آدم بکشه، کلیمی ها تا حالا مثل که این کار نکرده، اگر هم کرده باشن صداش در نمیاد، من شما نمیفهمیم، فوری میگن یه دیوانهی که یه مقداری هم چیزای روانی داشته رفته توی سینما 30 نفر رو کشته، رفته توی ویرجینیا تک انقدر رو کشته، بعد امروز به دروغ میگن این بزرگترینه. درسته که اگه یه نفرم کشته شده باشه واقعا بزرگترین جنایت دنیاست، ولی بعد از 2001 یا 2001 11 سپتامبر 2001 این بزرگترین جنایت آمریکا، بزرگترین جنایت تروریستان نیست. برید بزنید ببینید چند تا چپورای 30 تا 20 تا 80 تا 10 تا 100 تا کشتن، ولی اینجوری شده دیگه متاسفانه. تلویزیون و رادیو و اینها هم دست خود همین دولته، به یه نوعی دست خود همین دوستان صهیونیست هست و اینجوریه. در صورت این از این ماجرا. و اما باعث میشه که از اون ور آیسیس یا این تندروهای مذهبی، حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، استفاده و سوء استفاده کنن. از طرفی تندروها میدونید مثلا توی فرانسه الان انتخابات منطقه‌ای که شده، تندروهاشون یا راستگرایان افراطی پیشتاز شدن توی 6 تا ناحیه از 13 تا ناحیه. و نمیدونیم والا یک آدم عاقلی بیاد دنیا رو به اصطلاح زیر بال و پر خودش بگیره تا بلکه به آرامش برسیم. برگردیم به ماجرای این فیلمی که علی شیرازی برای ما فرستاد از آقای پرویز کاردان بود و آقای پرویز کاردان 5 دقیقه اولش بعد از آهنگ و ماهنگ و اینها یک ویدیویی رو نشون میده که آیسیس یا این دولت اسلامی داعش داره بچه ها رو تمرین میده، تربیت میکنه و حتی یه جایی بچه ها رو وامی داره که مثلا این اسیرا رو سر ببرن و اینها. البته خب ایشون کار خوبی کرد نشون نداد، چون وقتی این نشون بده من نشون بدم، نشون میده من و شما داریم مجانی برای آیسیس و داعش کار میکنیم، رعب و وحشت و نفرتی رو که اینها میخوان ما تو دنیا داریم براشون رواج میدیم و به اصطلاح رایج میکنیم. این از من برای این دوستم نوشتم که ببینید یک کمی نگاهتون رو واقع بینانه به این موضوع داشته باشید یا توجه کنید. مگر وقتی که من آهنگ میخونم یا آهنگ دوست دارم، بچه‌مو از 5 سالگی هی نمیگم ای کاش که بابای من از 6 سالگی برده بود کلاس ویالون؟ مگه من نمیرم بچه‌مو آموزش بدم کلاس؟
مگه من اگه ورزش درست دارم بچم رو نمیبرم از کلاس اول دوم استخر و کاراته و نمیدونم مسابقه دو و مسابقه هوش و مسابقه شعرخوانی؟ درسته؟ یعنی هر کاری رو که من دوست داشتم رسیدم بهش، یا هر کاری رو دوست داشتم نرسیدم بهش ولی فکر میکنم خوبه، برای بچم انجام میدم. خب این احمقی که میاد جلو دوربین وای میسه سر میبره، فکر میکنه خوبه، به همین خاطر یاد بچهش هم میده، تازه فکر میکنه که چقدر حالا خدا ازش ممنون میشه که این بچه هم آمده و شده حزب خدا و حزب الله و حزب هر چیز. پس من و شما تعجبمون از چیه؟ من به همونقدر عصبانی میشم اینو میبینم، که همونقدر عصبانی میشم وقتی میبینم یه مادری دختر 4 ساله 5 ساله رو آرایش میکنه، ابروهاشو برمیداره، دندوناشون رو سفید میکنن با این چیزای شیمیایی، موهاشون رو مدل میدن، لباسهای کوتاه میپوشن و میارنشون برای مد. به همون اندازه ناراحت میشم که یه کسی با سخت گیری بچهش رو مجبور میکنه از 3 سالگی پیانو بزنه و این بچه رنگ حیات و رنگ بازی رو ندیده. بعدم تو مهمونی ها این بچه رو بیا بزن بابا جون، بیا بزن، همه هم دست میزنن. نمیخواییم بگیم یه بچه روانی یه بچه دیوونهی رو دارن پرورش میدن، ولی این به نظر من دوتاش یکیه. میدونم یه مقداری الان دارم دیگه تندرویی میکنم، اینجوری خیلی بروک صحبت میکنم، ولی باید بگیم آقا تو از کجا تعجب کردی؟ تعجب کردی بچه‌ای که نون نداره بخوره، اسباب بازی نداره بازی کنه، مدرسه نداره بره، داعش اون رو با پول یه جایی بهش نون میده، کلاس میذاره، یه سرپناهی بهش میده، زور یه خوراک گرم بهش میده، میخوای اینو بره حقوق بشر بهش آموزش بده؟ به من بنویسید بگی شما از کجاش تعجب کردی آقای پرویز کاردان؟ شماها نون رو به نرخ روز میخوری، شما هر چیزی که بازارش داغ باشه اون رو سعی میکنید صحبت میکنید، زمان شاه مراد برقی را میندازید، الان بحث سیاسی میکنید، پس فردا اگه یه چیزی دیگه بشه تنبک میگیرین دستون میزنین و میرقصین، نمیدونم والا. خب بله، اینم از این ماجرا. و اما بی بی سی پرژن، آها این بود که بهتون گفتم، داعش در ماه 80 میلیون درآمد دارد. چند ساعت پیش این خبر به دست من رسیده و خدا رو شکر که ما میتونیم این رو به شما نشون بدیم که ثبت با سند برابر بشه. بفرمایید اینجا سکرین کپچر، بله اینه، وقتی که روی یوتیوب دولت آمریکا، دولت‌های دیگه ویدیو میذارن که یه نفر مال نمیدونم القاعده یا مال طالبان یا یه بدبخت مسلمون دنیا ندیده توی مزرعه ای داره با یه خری نمیدونم سوار خره شده یه کاری سر خره میاره، چجوری این صفو نمیبینن؟ شما ته این صفو میبینید کجاست؟ در گزارشی که یک مؤسسه ناظر مالی به تازگی درباره میزان درآمد گروه موسوم به دولت اسلامی داعش منتشر کرده، آمده است که این گروه حدود 80 میلیون دلار در ماه درآمد دارد. این مؤسسه مالی که در لندن مستقر است میگوید که حدود 50% درآمد داعش از مالیات هایی که در نواحی تحت کنترلش اعمال شده و همچنین ضبط اموال و دارایی ها تامین می شود. بر اساس گزارش این مؤسسه مالی حدود 43% درآمد داعش از فروش نفت و بقیه درآمد این گروه از راه مواد قاچاق مواد مخدر، اشیاء عتیقه، جنایت، فروش برق و پولهای اهدایی تأمین می شود. این قسمت آخریش یادتون باشه، پولهای اهدایی، اینا کسی نیست به غیر از عربستان سعودی. به گفته این مؤسسه مالی برخلاف القاعده که
این گروه به میزان کمی به کمک‌های اهدا کنندگان خارجی وابسته است. تلاش‌های بین المللی برای مقابله با داعش اخیراً بیشتر بر قطع منابع مالی این گروه متمرکز شده است. حالا گروه پدر این ولادیمیر پوتین، ولی کی اخیراً آمده شریان یا جریان نفت اینا رو قطع کرده و ماشین‌های نفتیشون رو در صحرا بمبارون میکنه؟ آقای اوباما، آقای پوتین این کار کرده. شما که دیشب تو برنامه میگی هزاران بمب ما تا کنون ریختیم، چرا یه دونه از بمبای شما به یه خط نفتی، به یه ماشین نفتی، به یه دونه از این چیزای اینا نخورده؟ برای که دروغ میگی. چه کار کردی؟ حالا همون کاری رو کردی که این به اصطلاح تروریستا میخوان. شما اومدی زندگی رو بر مردم معمولی قانونمند سخت کردی. یه بنده خدایی که میخواد یه ویزا بگیره بیاد آمریکا، بابایی که کارمند بازنشسته اداره‌ایه، دخترش میخواد عروسی کنه، دعوتنامه فرستادن. چی فرستادن؟ میخواد بیاد اینجا، به خانمش ویزا میدی، به شوهرش میگی FBI باید شما رو کنترل کنه. بخواه من نمیدونم این روزا که ماشاءالله زنها هم دیگه دارن از لحاظ جنون و کشتار پای مردا میرسن، ولی اینا را شما داری همون کاری رو میکنی که تروریست میخواد. زندگی رو با افتخارم میگی ما از سال 2001 آمدیم جاهای فرودگاه و نمیدونم فلان و فلان رو امن کردیم. کجاش امن کردی؟ فقط از مردم پول زیادتری میگیری، وقت مردم رو تلف میکنید. بارها گفتم شما از خودتون سوال کنید، تو فرودگاه که میرید چرا یکیش می کفش در بیار، تو فرودگاه بعدی اصلا نمیگه کفش تو در بیار. یه چیز دیگه، چرا میگن کفشتون در بیارین؟ برای که یکی از این دیوونهای تروریست بمب گذاشته بوده تو کفشش، یکی دیگه‌ش هم گذاشته بود تو شورتش. خب فردا اگه یکی هم گذاشت تو ماتحتش، من و شما باید شورت و کفش رو در بیاریم، دلا بشیم، ماتحتمون هم نگاه کنن که می‌خوایم سوار هواپیما بشیم. میدونم بعضیاتون الان خنده افتادید رو زمین، ولی حقیقت خودتون رو تصور کنید. کت و شلوار پوشیدی رفته فرودگاه، اول میگن کفش رو درار، شلوار رو درار، بعد میگن دلاش رو بفرما. خب کی این کارا رو کرده؟ اون تروریسته. به کمک کی؟ به کمک این دولتای نادان اینجوری. ولی میگن تو اسرائیل از این خبرها نیست، دستگاهی گذاشته، اصلا فرودگاهش هم انقدر معطل نمیکنه. حالا ما که قسمتمون نشده بریم اسرائیل، ایران که بودم اتفاقا تو هواپورت که بودم یه همدوره‌ای داشتم، هی به من میگفت بیا بریم اسرائیل. و جالبه از همون موقع این قشنگ برای من تبلیغ میکرد که آقا اسرائیل بازنشستگی داره، اینجوری داره، اونجوری داره. خب بریم سراغ جانوران. ما که از آدمها خیری ندیدیم، درست میگم؟ بریم سراغ جانوران. اولینش مار که وقتی میبینیم چقدر میترسیم، قیافش میگیم اوه قیافه کریهی داره. پنج جانوری که منبع الهام تکنولوژی بودن، این BBC فارسی نوشته. میگه که دانشمندان میخواهند از روی پوست مارها رنگی تولید کنند که پایدارتر باشد و آسان از بین نرود. دانشمندان دریافتند چگونه مارها بر روی شکمشان میخزند. امیدوارند که این کشف بتواند با آنها در تولید سطوع و رنگهایی که به آسانی از بین نمی رود کمک کند. این گروه از محققان امیدوارند که بتوانند از لایه روغنی که سطح شکم مارها را پوشانده الهام گرفته و مواد تازه سختی تولید کنند. اما این نخستین بار نیست که بشر از جانوران الهام می گیرد و چیزی تازه می سازد. در این مطلب به پنج نمونه جالب اشاره میکنیم. یکی دیگرش پرنده ماهی خورک هست. این جالبه، من عکسش رو نشون میدم براتون تا بیاد اینجا. و پرنده ماهی خورک میگه که یک مهندس ژاپنی که در راه آهن کار میکرد و به پرنده ها علاقه داشت، با دیدن منقار ماهی خورک فکری به سرش زد که یکی از مسائل قطارهای سری و سیر را حل کرد. اولین قطارهای سری و سیر پر سر و صدا بودند.
به ویژه در داخل تونل، قطاری که وارد تونل می شود هوای پیش رویش فشرده می شود. در قطارهای اولیه وقتی قطار از تونل خارج می شد صدای بلند ناهنجاری ایجاد می کرد. این مهندس پرنده دوست از روی منقار ماهی خورک یک دماغه دراز و تیز برای قطار سریع طراحی کرد که وقتی از تونل خارج می شود هوای جلوش به تدریج خارج شود و آن صدای مهیب را ندهد. من یادمه توی آلمان سال 84-85 که بودم، 84-85-86، اونجا قطارها وقتی مثلا قطارهای بین شهری سوار می شدی تو تونلا که می رفت همین صدا که فکر می کردی یه چیزی منفجر شده، ولی حالا میگه که اون فشرده شدن هوا و بعد برخورد یا باز شدنش بوده که اینجوری بوده، ولی این از این دماغ یا نوک این استفاده کرده و دماغ قطارها رو اینجوری درست کرده. و اما نهنگ کوهاندار، نهنگ کوهاندار با وجود سنگینی شناگر قابلی است. دانشمندی به نام فرانک فیش متوجه شد، جالب، فیش فامیلش هم یعنی همون ماهی، متوجه شد روی لبه جلویی باله این نهنگ ها دندان دندانه است و این برآمدگی ها کمک می کند سریعتر شنا کنند و آسانتر تغییر مسیر بدهند. آقای فیش این الگو را روی لبه تیغه های توربین بادی پیاده کرد. نتیجه این شد که وقتی جهت باد عوض می شود توربین سریعتر حرکت می کرد و توان بیشتری تولید می کرد. والا بلکه ما از این حیوان ها یاد بگیریم چیزهای مختلف. این حیوان ها که از ما جز کشت و کشتار چیزی یاد نگرفتن. خب و اما مارمولک، این مارمولک که وقتی ما یکی میخوایم بهش توهین کنیم میگیم طرف مثل مارمولک میمونه. اوکی، بذارید من اینجا اینو نگه دارم و همینجا براتون این رو یک کمی هم بزرگتر کنم تا اونجایی که توانمون اجازه میده. بله، بزرگتر. پای مارمولک طوریست که میتواند به سطح زیرش بچسبد. اخیراً دانشمندان کشف کردن این ویژگی از هزاران موی بسیار نازک کشمانند روی پای مارمولک ناشی می شود. یک تیم آمریکایی با الهام از این کشف دستکشی تولید کرده که صخره نوردان می توانند به کمک آن از دیوارهای عمودی بالا بروند. هدف این گروه این است که نظامی ها بتوانند از سطوح شیبدار و سخت یا ساختمان ها و دیوارهای بلند بالا بروند. میدونید که بیشتر تکنولوژی ها اولی که درست میشه حقیقتا به خاطر ارتش و کشت و کشتار و اینها هست و پولش رو مردم مالیات میدن اون درست میشه، ولی بعد که درست شد منافعش حالا مستقیم یا غیر مستقیم به من و شما هم به عنوان شهروندای این مملکت میرسه. همین تلفنی که من و شما امروز استفاده میکنیم و هیچ کدوممون دیگه بیشتر نمیتونیم یک دقیقه یک ساعت بدون تلفن همراه باشیم، این اولش برای ارتش و آرمی و اینها درست شد. یا همون دیش و ستلیت و ماهواره و اینها اول برای اونها درست شد. و اما سگ دیگه احتیاجی نداره که به ما کمک کنه، اینقدر در طی تاریخ کمک کرده که از لحاظ دوستی، چه از لحاظ کمک چوپان‌ها بودن، چه از لحاظ پاسداری که حد و حساب نداره. و اما میگه ویلکرو یا بست قلابدار. ببینید دوستان وقتی هی میخوایم چیا رو ترجمه کنیم به اینجا میرسیم، بست قلابدار، ولی اگه بگیم ویلکرو، خب ویلکرو نبوده، حالا تو زبان آمریکایی آمده، تو زبان ایرانی هم میگیم ویلکرو. همه هم میدونن اون چیزی هست که یه تو چسب یه دونه چسب به هم خیلی هم زود جدا میشه بدون اینکه مثل دکمه و اینها نیست و این یه صنعت بزرگی بود وقتی درست شد، خیلی چیزها رو راحت کرد، خیلی کارا رو آسون کرد، بچه‌ها کفششون رو میخوان ببندن، خیلی چیزای دیگه. اینایی که پاشون و اینها رو گچ میگرفتن الان دیگه با یه چیزایی مثل کست
ولی به همین کمک ورد کروفوری میبندن، باز میکنن، میتونن بشورن. مثل وقتا نیست طرف وقتی پاش گچ میگیرن 6 هفته باید فقط با حوله و آب گرم بدنش میشستن. در صورت میگه ولکرو یا بست قلابدار اختراع یک مهندس. اجازه بدید من این صدا رو ببندم، هر کی میخواد پیغام بذاره ما بعدا جواب بدیم. ولکرو یا بست قلابدار اختراع یک مهندس سوئیسی به نام جورج دی ماسترو. داستان از این قرار است که آقای ماسترال با سگش در مناطق آلپ پیاده روی میکرد، به هنگام بازگشت دریافت که به پوست سگ میوه های ریز تیغدار چسبیده. او از فرو رفتن موها و تیغهای درهم الهام گرفت و ولکرو را ساخت که سالهاست در چیزهایی که قرار است آسان بچسبند و آسان جدا شوند استفاده می شود. اینم از این. و اما بریم سراغ کوسه. کوسه‌ای که همه ازش وحشت داریم به خاطر این فیلمایی که فرستادن درست کردن. جالب اینجاست که میگن این فیلم ها حقیقت نداره و همش اغراقه و کوسه معمولا حمله نمیکنه. اینم که به آدما حمله میکنه برای که آدمه با اون وسیله‌ای که شنا داره میکنه و اینها کاری میکنه که فکر کنه ماهی. این بنده خدا با جای ماهی و اینها میاد. دیدید مثلا روی سرفینگ یا همون چوبای بلندی که از زیرش حتی یه دمی هم درست کردن مثل دم ماهی که تو آب هست و نور میفته روشو و نوری که میفته انعکاسش این کوسه فکر میکنه این یک ماهی بزرگ و خوشخوراکی میاد میفته به جون آدم ها. و اما میگه کوسه پوست عجیبی دارد، جوریست که خزه و موجودات ریز دریایی به آن نمیچسبند. طرحی دندانه دندانه دارد که اصطکاک را کم می کند و باعث می شود کوسه آسانتر شنا کند. برعکس ما فکر کردیم هر چیزی صاف و صیقل باشه اصطکاک را کم می کنه، ولی این میگه با وجودی که طرحش دندانه دندانه است ولی اصطکاک را کم می کنه. این ویژگی نخستین بار توجه دانشمندان ناسا را جلب کرد. از روی آن یک روکش خاص ساختند که این روکش در زیر قایق‌های آمریکایی که در رقابت‌های المپیک شرکت می‌کردند استفاده شد. به این طریق قایق‌ها می‌توانستند سریع‌تر حرکت کنند. پس اینم از این. و انسان هم از اینا هی استفاده می‌کنه برای که سریع‌تر بره، زودتر برسه. مثل امروز که از دوستان نوشته بود که بیاین داخل تلگرام نمیدونم فلان، گفت خبرها را زودتر بگیرید. گفتم بابا هر چی خبرها را زودتر بگیریم زودتر نگران میشیم، درسته؟ باز یادمون میاد به اون شعر توفیق که هر کی گفته نمیدونه بیچاره خوشبخت یا بیچاره بیننده های تلویزیون مردم که گرفتار عقل شدن، خوشبخت آن که خرامد الاغ رفت. اونایی که نمیفهمن واقعا راحت ترن. ببینید خودمون تا بچه بودیم نمیفهمیدیم چقدر راحت بودیم، میپریدیم بالا پایین. الان که میفهمیم میترسیم، اینجا پا نذارم، مرگجو که میده، بیمه رو که میده، قالبم نشکنه، کی دستشویی منو ببره. پس آقای نظری بود اسمش، ولمون کن. خب اینم از حیوانات گفتم. و اما آقای آریانپور برای یه دوستی نوشته بزرگ نمیر بهار میاد، پرویز ثابتی و یارانش با بطری پپسی میاد. بیژن عزیز، چگونه ممکن است ملت ایران سریعاً هر خصلت بدی که در جهان وجود داشته و دارد به سرعت برق یاد میگیرند و به مرحله عمل در میآورند؟ به جز این یکی که تنها راه حلی است که امت همیشه حاضر در صحنه شاید از شر جمهوری اسلامی راحت شوند، و آن عبارت از بستن بمب به کمر خود و ضمن نابودی خودش برخی از این حجج اسلام و آیت الله عمامه به سر و آقازاده هایی که در پدرسوختگی دست مافیای ایتالیا را از پشت بستن را به درک واصل کنند. از خوششانسی ما ملت توسری خورده حتی یکی از این بمبگذاران داعشی تا این زمان ایرانی نبودن. آقا دستم به دامنت. حالا اگه ایرانی باشن دیگه از این به بعد. البته یه ایرانی بود، اون دیوونه وکیل بود چی بود تو استرالیا تیراندازی کرد و اینها، ولی دستم به دامنت. حالا همین جبهه ملی و این آقای بیژن که شما نوشتید احتمالاً آقای بیژن مهر هست. یک ایمیلی رو برای همه فرستاده بودن فکر کنم در رابطه با دکتر موسویان رئیس
هیئت اجراییه جبهه ملی به دادسرای اوین احضار شد. حالا من میخوام براتون بگم دوستان که جبهه ملی چرا کارش خرابه، جبهه ملی چرا از همون اول نتونسته با مردم خودش رو تطبیق کنه. ببینید این یه وبسایت خبریه، میخواد یه خبری رو به من و شما بگه. میگه دکتر موسویان رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی به دادسرای اوین احضار شد. بعد زیرش میگه که طی احضاریه کتبی به شعبه دوم دادگاه انقلاب مستقر در اوین احضار شد. تا اینجاش اصلا برای من مهم نیست که این دادگاه کجا مستقره، ولی همین که میگه دکتر موسویان رئیس هیئت اجرایی، میخوام ببینیم که چی شده بنده خدا، چرا احضار شده. ولی شما تا آخر خبر بخون ببین چیزی میفهمی. میگه که به گزارش روابط عمومی جبهه ملی ایران در این احضاریه، دلیل حضور ایشان اخذ توضیح در مورد اتهام مندرج در پرونده در آن بازرسی، در آن بازپرسی اعلام شده است. آقا کدام پرونده، کدام توضیح؟ شما که اینو به عنوان خبر روز داری پخش میکنی، آقای بیژن مهر، باید برای مردم اون رو یکی دیگر هم کپیشو بذاری یا برایشون خلاصه اون رو بگی. شما فکر میکنی همه چیزهای شما رو خوندن؟ تازه اگه همه نوشته های شما مثل این بی سر و ته باشه که هرچی هم خونده باشیم که گیجتر میشیم. برسو مسئولان تشکیلات جبهه ملی ایران بایستی خود را طی مدت 5 روز به دادسرای عمومی و انقلاب نایه 33 تهران معرفی کنند. روابط عمومی جبهه ملی ایران 16 آذر. بالا میگه دکتر موسوی رئیس، پایین میگه مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران. یعنی این آقا رئیس یا مسئول تشکیلات. در صورت اینم اوضاع و احوال این روابط عمومی جبهه ملی ایران تهران ایران شماره پیام کوتاه را هم داده و مردم هم میان زیرش چی می‌نویسن. خب چه باید کرد؟ یکی از این تظاهراتی که یه سری میرن جلو نمیدونم لاستیک فروشی جلو فلان، شما می‌خواستی بذاری ببینی چه میشه، کسی میاد کسی نمیاد، کارمون خیلی خرابه. و اما سلامت نیوز، سلامت نیوز گفته سلامت نیوز گفته که ایرانی ها مثل این که اونهایی که نه اون یکی دیگه است که 15 ساعت در شبانه روز رو فکر سلامتی خودشونن. گفتم خب از بس بیکارن جوونا تو ایران کار دیگه ای ندارن، فکر سلامتی هن. الحمدلله از این لحاظ باید شاکر باشیم، باید خوشحال باشیم. و اما این خبر خیلی جالبه دوستان. شما میدونید که دکترا وقتی دکترا میگیرن، مخصوصا اونایی که در رشته مدیکال در رشته طب هستن، یه سوگند مخصوصی رو میخورن. نمیدونم سوگند افلاطون، سوگند ابن سینان کیه که میگن ما مریض رو اینجوری چی میکنیم، ما به پولش، به قیافش، به مذهبش، به فلان کاری نداریم، چنین و چنان. مادرشون هم ننه‌شون هم براش اونجا دست میزنه که به به بچه‌م دکتر شد. ولی ببینید ما چه دکترایی داریم مخصوصا تو ایران که الان همه چیز شده پول ملاک. ببینید عکس نوشته که دلجویی وزارت بهداشت از کودک خمینی شهری. سلامت نیوز گفته که صدرا زاهدپور که به خاطر بخیه چانهش و برخورد غیر اخلاقی در بیمارستان خمینی شهر خبرساز شد، از سوی مسئولان وزارت بهداشت و درمان مورد دلجویی قرار گرفت. دوستان تصور کنید بچه تون شیطنت میکنه، بازی میکنه، یا یه تصادف پیش میاد، چونش پاره میشه، صورتش زخم میشه، میبریش دکتر، اونجام به صورت امرجنسی و اینها بخیهش میکنن، بعد به شما میگن پول، شما میگه اینقدر پول ندارم. حالا ببینید این پرستار، این دکتر چی کار کردن؟ این بی ناموسا، این واقعا آخه اگه به اینا بگی حیوان که به حیوان ها توهین کردی، به اینا بگیم چی؟ بله میگه که به گزارش سلامت آنلاین روز گذشته مهندس نادر عسکری معاون فنی اداره نظارت امور درمان وزارت بهداشت به دیدار صدرا زاهدپور رفت و یک گوشی پزشکی به او هدیه داد. دکتر محمد آقاجانی
معاون درمان وزارت بهداشت نیز امروز راهی اصفهان شد تا ضمن دلجویی از خانواده صدرا برای تحقیق بیشتر در مورد تخلف صورت گرفته با مسئولان زیربط گفتگو کند. گفتنی است جمعه هفته گذشته پسر بچه‌ای به نام یال 6 بار اسمش گفته تازه بازم میگه به نام صدرا زاهد به دلیل جراحت چانه به بیمارستان اشرفی اصفهان خمینی شهر مراجعه و به صورت سرپایی و با بخیه زدن محل جراحت درمان می شود. اما به دلیل ناتوانی مالی خانواده این کودک برای پرداخت هزینه درمان پزشک و پرستار به باز کردن بخیه های کودک اقدام و از درمان وی ممانعت می کند. ای داد بیداد. پیش از این حمیدرضا طلوعی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه تخلف کادر پزشکی بیمارستان شهید اشرف اینج خیلی جالبه شهید اشرف اصفهان خمینی شهر آقای خمینی از قبر بلند شو و ببین که بیمارستان ها چه میکنن. حالا شما دوستانی داشته باشی توی ایران تو همون دوره شاه هم تو شیراز ما دو تا بیمارستان داشتیم، یکی بیمارستان سعدی بود یکی بیمارستان نمازی. اونا هم همین بلا رو سر مردم می آوردن. اول می گفت برو پول بده به صندوق رسیدشو بگی بیار تو ما مریضی ببینیم. حالا بیمارستان سعدی قسمت آمبولانس و امرجنسی بود. امرجنسی اول باید مریض رو بره مداوا کنه، بعدن اگه پول داره پول بده، اگه پول نداره یه صندوق‌هایی باشه، صندوق خیریه، صندوق‌های اوقاف، این نه اینکه زمین اوقاف و هر کسی کار می‌کرد تو اوقاف ور می‌داشت به خودش و فامیلش و به افسر و به نمی‌دونم مهندس و به شهردار و به این می‌داد، اونا می‌کردنش برای شرابسازی و برای قمارخونه و برای باغ و برای فاحشه‌خونه. بابا خانه است پایبست ویران است. بفهم. حالا اینم عکس این بچه کوچولو، یه گوشی دکتری هم بهش دادن. امیدواریم که این گوشی دکتر به این کمک کنه که این یک دکتر با وجدان بشه، دکتری بشه که نیاد پانسمان هم نباید باز کنه، بخیه ها رو دوباره کشیده. آخه این اینا چه واقعا بیناموسی. اون پرستاری هم که وایساد پای دست این کمک کرده اونم باید بگیرن پدرش در بیارن. بله آقای دولت شاهی یک ایمیلی برای من فرستاده که از یک نویسنده‌ای صحبت میکنه. من قبلا با این نویسنده اصلا فکر کنم صحبت کردم، این پسر جنرال نوشته‌ای که نوشته و کتابش اینها، ولی جالبه که پسر یک جنرال اسرائیلی بر علیه کارهایی که اسرائیل داره الان انجام میده توی دنیا صحبت کرده. و اما یه دوستی به نام محمد نوشته که سلام همشهری، دلیل تماس این که در ایران یک سریالی به اسم معمای شاه ساخته و در حال پخش است. من در حد فهم خودم سریال رو بررسی و نقد کردم، اما چون تریبون آزادی در اختیار ندارم میخواستم بپرسم آیا شما متن من رو در فیسبوک مردم تیوی منتشر میکنید؟ همچنین کنجکاوم از دیدگاه شما پیرامون مطلبم آگاه بشن. در صورت موافقت اعلام کنید تا براتون ارسال کنم. دوست عزیز اگه شما بیننده من هستی، من دو تا پیام برات روی همون نوشتم، ولی پیام های من برگشت از طرف فیسبوک، نوشت که شما نمیتونی برای این آقای محمد پیام بفرستی. نمیدونم فیسبوک هم بعضی وقتا واقعا چیزاش میریزه به هم. اتفاقا من اون روز یه دوستی گفته بود آقا من اصلا نمیدونم چجوری جزو لیست شما آمدم و من رو از لیستتون خارج کن. گفتم عزیز من فیسبوک رو یاد بگیریم. فیسبوک به این صورته، مثلا یه دوستی از شما برای مردم تیوی زده آقا ما دوست داریم مردم تیوی رو، وقتی ما میگیم بفرما تشریف بیار، فکر کنم تو مردم تیوی اینجوری نیست، تو مردم تیوی من نمیتونم به کسی بگم نه یا بیا، اون میاد میزنه لایک. فکر کنم تو حساب شخصیم هست، اینم انقدر فرق میکنه که دیگه ما گیت شد. تو حساب شخصی وقتی یکی میاد میگی میخوام دوست بشم، میگیم بفرما، ما که از دوستان قبلی خیری ندیدیم، بلکه شما یه کاری بکنی.
میگیم بفرما، وقتی میزنیم اسم اون رو، بعد اون دوباره میگه این با فلانی ها دوسته، بعد اون میگه این فلانی ها رو پیشنهاد میکنم. بعضی وقتا از طریق اینه. ولی این که شما بگید تو ایران فیسبوک فلان شده و حتما یک دسیسه‌ای در کار بوده که این آقای لامذهب از آمریکا مرا جزو دوستان خود گذاشته، آقا اگه فیسبوک بلد باشی قشنگ میری میزنی خودت رو برمیداری. من میبینم تو فیسبوک بعضی ها یک نامه طولانی نوشتن در جواب دیگران، من نمیدونم چگونه در این چی بهش میگن کانورسیشن یعنی گفت و شنود وارد شدم، لطفا مرا از اینجا خارج کنید. بابا برو اون بالا نوشته remove conversation، delete conversation، نمیدونم leave conversation، یعنی این گفتگو رو ترک کن برو بیرون، حسن همش رو پاک کن. بلد نیستیم، نمیخوایم هم یاد بگیریم. هر کی هم اومد حرف زد میگیم بابا این دیگه کیه، از همه چی ایراد میگیره. و اما ممنونم از دوستی که از تهران جلس برای ما گزارشی فرستاده که این رو گویا نیویورک تایمز اگه اشتباه نکنم، بذارید ببینیم، چنان عکس بزرگی انداخته اینجا که آدم نمیتونه این رو توی تلویزیون توی صفحه کامپیوتر و تلویزیون نشون بده. بله ببینید که اینجا اینه، میگه که بله The New York Times و تاریخش مال که یه December 5th یعنی مال روز جمعه است، نه روز شنبه، روز شنبه. بله خب میبینید که این خانم آقا دارن چای نوش جان میکنن، دخترشون هم کنار استخ نشسته. ملتی که این عکس ها رو میبینید فکر نکنید همه ایرانی ها خونشون اینجوریه، فکر نکنید همه ما استخ داریم یا همه وقت میکنن اینجوری بشینن چای نوش کنن. اینجا ببخشید مثل اسب که یه توبره مینداختن گردنش همینجوری میخورد، طرف وینی داره رانندگی میکنه، با یه دستش داره همبرگر میخوره، با یه دست دیگهش نمیدونم چیاش ریخته رو زمین، با یه دستش داره تلفن میزنه. بعضی هم هستن یا درآمدی اینجا کسب کردن یا درآمدی داشتن خوب زندگی میکنن، بعضی هم هستن یه مدتی خوب زندگی میکنن بعد که فیسشون در میره خونه و مونه و همه چی رو بانک میاد ازشون میگیره. و اما میگه این ایران where I was born، این توضیح میده خبرنگاره که توی ایرانی که من دنیا آمدم چنین بوده و چنان بوده و بعد من خبرنگار فارس نیوز شدم و اینها، حالا من آمده از لس آنجلس که به تهران جلس معروفه، میدونید که تورنتو هم میگن تهران تو، و اینجا هم نشون میده والا بلا فکر نکنید ما هر روز از میریم بیلیارد بازی میکنیم، دفنیتلی یا حقیقتا فکر نکنید ما هر روز میریم کتاب میخریم میخونیم، اون یکی دیگه سالی یه بارم از دم کتاب فروشی ها رد نمیشه. عکس گذاشته بیلیارد، اینا معمولا همه جوانای قدیم هستن، سالمندان هستن، وایسادن دارن بیلیارد بازی میکنن. و اینجا خانمای ایرانی که این یکی خیلی جالبه، نصف موهاشو سفید رنگ کرده، نصف موهاشو سیاه رنگ کرده، و اون خبرنگارم حالا درست شب عکس گرفتی، حالا یه عکس میگرفتی که ما ببینیم منظورت چی بوده. و بعدم رفته از پل گولدن گیت، پل طلاییه، نه که بابا طلایی ها، اسمش طلایی، عکس گرفته توی سان فرانسیسکو، نوشته بنفشه اخلاقی an Iranian American lawyer with her husband، میگه خانم بنفشه اخلاقی اون المیریو at the Golden Gate Bridge، اینم یک زن مرد ایرانی اونجا بودن. بعد اینجا سمت چپ آقای پرویز صیاد رو نشون میده، همون به اصطلاح صمد آقای خودمون، که خیلی هم جالبه اینجا با وجود که کاپشن پوشیده ولی دمپاییش هنوز یا سندل پاشه کفش تابستونه، کلا سرشه، کاپشن هم پوشیده ولی دمپایی. من خیلی وقتا دیدم ایرانی ها این سندل و اینا رو ول نمی کنن. و اینجا هم یه جشنی مال ایرانی ها بوده که از بس تصویر بزرگه عکس این آقا فقط یه مقدارش میفته، خانم ها میبینید از اونی که مثل پلنگه، اون یکی که مثل جفنگه، اون یکی که هر جور که دوست دارید، هر کسی به یه رنگی. یه دوستی برای من نوشت که اینجا ایرانی ها وقتی میان فوری خودشون رو عوض میکنن با
سعی میکنن که شکل آمریکایی‌ها باشن، شکل کانادایی‌ها باشن، ولی یه چیزی رو دقت نمیکنن، آرایششون رو همون آرایش ایرانی نگه میدارن. و این دوستمون گفت هر وقت که یه ایرانی میبینم بهش میگم شما ایرانی هستی؟ میگه اه شما از کجا فهمیدی؟ چقدر باهوشی. لازم نیست باهوش باشی، میگه شما یه چیز عوض شده، خودت شکل لباس تو اینا رو با اینجا، ولی آرایش همون آرایش ایرانیه. اینجام که آقای شهرام همایون نشون میده در لس آنجلس استودیو آف دی فارسی لنگویج چنل 1 تلویزیون استیشن ران بای شهرام همایون. اینم میگه که استودیو، خب اینم بد نیست شما ببینید دوستان، تمام این عکسای زیبایی که شما پشت سر ماها میبینید هیچ چیزی به غیر از عکس نیست، و پشت سر ما یه پرده سبز هست که این قبلا پرده آبی بود، از بس گوینده های آمریکایی اروپایی چشماشون آبی بود اونجا تو چشمشون سوراخ میشد، آمدن کردنش سبز. و کامپیوتر شما میتونی هر رنگی میخوای بهش بگی که این رنگ رو نبین، ما الان اینجا پروگرامی که استفاده میکنیم بهش میگیم رنگ سبز رو نبین، ولی گرین سکرین دیگه خیلی معروف شده اینها. و ببینید جالب، بعض وقتا هم فکر نکنید که این گوینده ها که صحبت میکنن چقدر ماشاءالله سخنور خوبی هستن. میبینید اینجا زیر این دوربین که الان من ماوس رو دارم موو میکنم، این پایین اینها یا تلویزیون یا مانیتوری هست که بهش میگن تلپرامتر، یعنی از دور پرامپت میکنه که این بتونه بخونه چی بخونه. اینجا هم که میبینید یه کامپیوتر دیگه جلوشه، همین کاری که من دارم میکنم، من این زیر دوربینی که با شما در تماس هستم یه لپتاپ هست، یعنی دارم از رو اون نگاه میکنم و میخونم. البته بنده چون سخنور خیلی خوبی هستم خیلی چیزاشو از حفظ میگم، مزمی هم همه غلط غلطه. خب اینم از این آرایشگر ایرانی، داره موهای خانم لیلا فروهر رو درست میکنه. اینم پویا هاشملو dances at his wedding in Los Angeles. این سمت راست دارید میبینید پولا رو دارن میریزن و معمولا یه دلاریه چون عکس لینکن روشه. خب he came to the United States from Iran 15 years ago، میگه 15 سال قبل آمد. اینم آقای تهران که اسمش تهرانه، ایشون پدرش ایرانیه، مادرش یک آمریکایی سیاه پوست هست، باباشم دوست ما هست، آدم بسیار خوبی هست. و وقتی که این پسرش دنیا اومده اسمش رو گذاشته تهران. حالا الان تهران هم وکیله هم کمدینه، آدم بسیار خوبی هم هست. اینم تهران قصری is a comedian born and raised in United States to an Iranian father and an African American mother. همون چیزی که من گفتم، اینجا به سیاه پوستا میگن African American، یعنی آمریکاییایی که چیشون به اصطلاح از آفریقا هست، مثل به ما میگن American، میگن Iranian American، تبارمون از اونجاست دیگه. خب این تهران خیلی وقتا 3 سال 2 سال ندیدمشن، میومد اون موقع با ماز جبرانی اینها میومد. ممنونم، این رو تهران جلس و علی شیرازی عزیز فرستاده، متشکرم. و اما هم آقای مسعود ناصری هم آقای مسعود سهیلی اگه اشتباه نکنم هم آقای علی شیرازی برای ما یک ویدیویی فرستادن که حکایت میکنه از ایران که زیر زمین 500 متری یک پایگاهی ساختن چنین و چنان. فرمانده هم میاد میگه که دیگه امروز هیچ کس به ما نمیتونه حمله کنه. برای این دوستون آقای مسعود ناصری، این بچه کرمون، نوشتم که دوست عزیز یادته دوره شاه هم از اون مینباشیان گرفته، از اون آریانا بود، کی بود، چه هارت و پورتایی میکردن، از خود شاه گرفته چه هارت و پورتایی میکرد که ما دیگه قوی ترین. بعد بیا دوره صدام، اینایی که تو ارتشش بودن یادته چه کار چی میگفت، ما چه کار میکنیم، به یک پخی یا به یه پیش، به گربه میگن پیش میرتش، دیدیم که چجوری اینها، یا اینها مثل یه بادکنکی که هی خودشون باد کردن، بعضی وقتا اگه سوزن هم بهش نزنی خودش از بس بادش کردی میترکه. اینا همه ترکیدن و از بین رفت. حالا وایس و سب کن تا اینا رو هم ببینی.
آقا تو که 500 متر زیر فلان زدی و فیلم گرفتی، همین یکی از اینایی که اونجا هست اونجا بلده یه کاری بکنه که آتیش سوزید بزنه منفجر کنه، لازم هم نیست چیزی از بیرون ببره داخل. مگه آقای آریانپور نگفت اون روز سه تا خلبان در دوره، سه تا گروهبان در دوره شاه میخواستن یه کشتی به اصطلاح نیردریایی یه خرابکاری کنن که بدبخت ها خودشون سوختن آتیش گرفتن و بعدم دولت اعدامشون کرده و اینها. اصلا اگه شما اون چیزی که به مردم دنیا قول داده بودید، احتیاج به این اسلحه و به این نمیدونم زیر زمین 500 متر رفتن و اینا نبود که. شما بیا برو فکر اون بچه بکن که بخیه صورتش رو دکتره بی وجدان بی ناموس میکشه در میاره برای که پول نداشته، پول این تفنگ و توپ و اینها رو بدید به این ملت فقیر، اینها رو غنی کنید. ای داد بیداد. و اما آشغالهای جامعه امروزی ما، این ایمیل متاسفانه خالی بود یا به قول آمریکایی‌ها بلانک بود، چیزی توش نبود. و اما یه نفر نوشته ظرافت طنز را ببینید، هیچ جا وطن نمیشه. میگه رفتم آلمان دیدم عجب کشوریه، گفتم توف به این زندگی. همچین که توف انداختم پلیس گرفت منو 7 یورو جریمم کرد، گفت چرا توف انداختی؟ گفتم چرا؟ پلیس گفت اینجا توف کردن جریمه داره. هیچی دیگه، الان دارم برمیگردم ایران، هیچ جا وطن آدم نمیشه. والا توی ایران شما توی مملکت هم برینی کسی کار بهت نداره. اینم تعریف ایرانی ها از ایران. خب و اما روزی چند مرد عرب یک مرد پارس را گرفته به نزد قاضی رفته و شکایت بردن. نخست مرد عرب گفت از این فرد شکایت دارم. قاضی گفت به چه سبب؟ عرب گفت در مسجد هنگامی که مشغول نماز بودم این مرد کفش‌های مرا دزدید. قاضی خونسردانه گفت پرونده مختومه. جمعیت اعتراض کردند که چرا چنین کردی؟ قاضی گفت مردک، عرب نه کفش می پوشد نه ایرانی به مسجد می رود. این رو عبید زاکانی گفته. عبید زاکانی دانشمند ما، شاعر ما، وقتی اینقدر نادان باشه دیگه تکلیف من و شما معلومه. اولا اینی که میگن عرب پاپتی، عربا به خاطر گرما از قدیم نعلین میپوشیدن. حالا همین عربی که الان تو دنیا داره لمبرگینی و فراری و اینها سوار میشه، کفشای نمیدونم مال بوتیکای معروف میپوشه، حالا به کجا رسیدیم؟ اینقدر این شعر عبید زاکانی رو هی برای همدیگه بفرستیم که چی میشه؟ نشون میده که بابا ما از همون قدیم هم دانشمندامون هم عقده‌ای بودن، نجات پرست بودن. و هر چی این نجات پرستی رو فان دیشب اوباما گفت نکنید این کارو. هر چی این نجات پرستی رو شما بیشتر کنید مجبوری که احمق‌تر بشی. بعد جامعه اختلاف میفته داخلش. بعد چون فکر میکنی شما خوبی دیگران بدن، هیچی دیگه یاد نمیگیری و اون میاد یاد میگیره از تو میزنه جلو، تو همجور وایسادی. من همونم که رستم بود پهلوان، عبید زاکانی هم گفت عرب کفش نداره. ریلوی تو عراق، میگه که ریل راه آهن قطار به عراق. میدونید که الان میلیون ها زائر میرن عراق و خب دولت هم میبینه اونجا سودش هست، مردم رو ببره اونجا. اینها هم دارن ریل راه آهن میسازن. میگه یک سال از نهایی شدن قرارداد گذشت، سفر ریلی به عراق شاید 40 سال آینده. خب اینا هم طبق معمول میست که به اصطلاح دیر داره تحویل میده این کارو، بلا زودتر درست میکرد و میفتاد میره. به این دوستم نوشتم آخ بیچاره ما، گفت چرا؟ گفتم اون وقت حالا این شاه الله‌ها میزدن تو سرمون برای یه راه آهنی که آقای رضا شاه خودش با پیچ و موره با بیل درست کرد. حالا لابد فردام این شیخ الله‌ها و حزب الله‌ها هم میزنن تو سرمون ببین چه راه آهنی درست کرده، مثلا از خرمشهر از آبادان به عراق. ای داد بر ما، کارمون خیلی خرابه دوستان. بریم این پتروس که
کارا رو درست میکنه، چیزایی که خرابه درست میکنه ببینیم و برگردیم، بعد با هم برنامه رو ادامه میدیم. ضمناً پیامی رو که آقای عقیلی پور هم گذاشته، این دوست ما هنوزم نرسید، براتون پخش میکنم بعد از این آگهی. با ما باشید. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052. خب دوستان عزیز، باز هم سلام. انقدر این آگهی کوچولوه، یعنی آگهی های ما کمه که میریم نامه ها رو برداریم بیایم، تموم شده رفته رو. شما هم که ماشاءالله از لحاظ غیرت همت ایرانی هستیم که 4 تا آگهی داشته باشیم، 4 تا موزیک طرف بفرسته بگه آقا اینا رو پخش کن، ما 10 دلار 50 دلار میدیم، اصلا خبری نیست. بریم سراغ آقای عقیلی پور که غیرت و همت و شجاعت و شهامتشون رو در طی 60 و چند برنامه نشون دادن. موجود هست در بایگانی تلویزیون مردم، در یوتیوب اسم ایشون رو که بزنید دکتر یا دی آر عقیلی پور، فقط همون عقیلی پور هم بزنید میاد، میتونید نگاه کنید. توی آرشیو ما هست، عکس ایشون رو کلیک کنید روی صفحه اصلی، میتونید ویدیوهاشون رو تمام اونجا ببینید. بریم بشنویم و فکر کنیم به صحبت‌های ایشون در رابطه با جریانات اخیر در دنیای امروز ما، مخصوصاً فرانسه، که ایشون اصلاً فرانسه هست و فرانسه درس خونده و فرانسه از طرف دولت ایران اونجا مأمور بوده، و ببینیم که ایشون چی میگه. بفرمایید آقای عقیلی پور، باز هم ممنونم از شما. جناب آقای سربی، با عرض احترام کلن عقیلی پور هستم. در پاسخ سوال شما عرض میشه بعد از جنگ بین الملل دوم، فاتحین جنگ سازمانی درست کردن به نام نامسمای سازمان ملل متحد، در حالی که سازمان دول نامتجانس بود، که بعدها هم عملا به سازمان دول متجاوز تبدیل گردید. و همونطوری که قبل از آن در قانون اساسی ایران 5 امامه‌دار حق وتو داشتن، آن فاتحین جنگ هم برای خود حق وتو قائل شدن. هیچ دردی رو دوا نکردن، برعکس در گوشه و کنار جهان درد آفریدن. یادم از شبی در پاریس در یک برنامه شام با دبیرکل سابق سازمان ملل بودم و صراحتاً به من گفت به عنوان دبیر کل هیچ قدرتی نداشته و تنها رول یک منشی میز و بنویس رو برای صاحبان حق وتو اجرا میکرده. آقای صبی، وظیفه سازمان جلوگیری از جنگ و برقراری صلح بود، ولی در عمل بارها دیدیم دعوتنامه های صادر کردن و از این برابر نیرو به این برابر جهان برای سرکوبی مستمدان فرستادن. از وتوهایی که به نفع متجاوزین بر علیه ستمدیدگان جهان استفاده کردن
ماهیت سازمان معلوم میشه و بدون شرمساری علنا میگن که حرف حق را از دهان توپ میباید شنید. نتیجهشان که به قول حافظ ما از کران تا به کران لشکر ظلم است پدید. در زمان جنگ که آلمان ها فرانسه را اشغال کردند، مردم اشغالگران را راحت نمیذاشتند. با بمبگذاری در قطارها، محلهای رفت آمد اشغالگران و ترور آنها، آسایش اشغالگران را به هم میزدند. بعد از جنگ در فرانسه، وزارتخانه‌ای تشکیل شد به نام آنسیان کومباتان، یعنی جنگجویان سابق. و این اشخاص که به هر رحمی بر علیه نیروهای اشغالگر آلمان اقدام کرده بودند به نام قهرمانان ملی و نیروهای مقاومت مورد ستایش قرار گرفتن و امتیازاتی هم بهشون دادن. اما حالا مردم ستمدیده که سرزمینشون اشغال شده و با دست خالی بر علیه اشغالگران متجاوز و مجهز با آخرین سلاح‌های مدرن مبارزه می‌کنند، حکومت‌های جبار جهان و همین سازمان ملل خودشون اونا رو بهشون میگن این آدم تروریست. بارها پیشنهاد شد که کمیسیون تشکیل بشه تا فرق بین نیروی ملی مقاومت ملل اشغال شده و تروریست فرقش معلوم بشه، اما زورگویان زیر بار این قبول هیچ وقت نرفتن. زخاکا حکومت میکنن و کاوه ها رو تروریست مینامن. امروز در جنوب فرانسه بندر بزرگ مارسی که اکثریت با فرانسوی های الجزیره تباره، پلیس فرانسه جرأت نداره در بعضی نواحی مارسی بره. در بعضی نواحی خود پاریس هم همینطور هست. اینها فرزندان و نوه های آنهایی هستن که سالیان دراز در استعمار فرانسه اشغالگر زیر شکنجه در زندان ها و سیاه‌سال‌های ارتش فرانسه کشته شدن. ولی این ستم دیدگان بیچاره رو میگفتن اشغالگرا، میگفتن اینا تروریست هستن. ولی شب و روز همین مردم با خون ریختنشون روزی نبود که ارتش اشغالگر فرانسه رو که ناراحت نکنن و ارتش فرانسه هم روزی نبود که کشتاری نکنه و حتی بچه ها رو نکشته. اونقدر مبارزه را ادامه دادن فرانسوی ها تا اینکه الجزیره ها تا اینکه فرانسه را به زانو در بردن و ژنرال دوگل مجبور شد اومد در میدان بزرگ شهر فریاد زد صدای انقلاب شما را شنیدم و استقلال الجزیره را تفسیر کرد. ملاحظه می فرمایید ریشه کشتارهای فرانسه به کجا کشیده می شود؟ به قول شاعر، پدر کشته را کی بود آشتی؟ با سازمان دول نامتجانس خود تصمیم گرفتن با کمربند سبز اسلامی شوروی کمونیست رو محاصره کنن. دور تا دور در کشورها دیکتاتورهای به قدرت رسوندن و بعد به نظر خودشون اسلام ناب محمدی رو پیروزی کردن. عربستان مأمور تأمین بودجه شد، پاکستان مأمور پشتیبانی لوجستیکی آموزش دادن به اسلامیون و اعزام اونها به افغانستان شد. یک مرتبه طالبان و القاعده سر بلند کرد. بعدن رسانه‌های جهانی با ایجاد وحشت در جوامع بشری زمین سازی کردن تا لشکرها با هماهنگی یکدیگر اینا رو حمله کنن و برن این کشورها، تا اینکه بالاخره تاریخ مصرف اینا هم تموم شد. اینا هجوم آور شدن و سران همینا رو گرفتن، کشتن و ریختن به دریا. البته قبلا خبر نداشتن که یکی بچه گرد می آفرید، تو پرورده شد صاحبش را درید. به روی خودشون برگشت همین القاعده و طالبان. حالا دوباره مترسک لازمه. میگن البغدادی در زندان آمریکا بوده، بعد آزاد شده و یک سالی هم در جای آموزش لازم دیده. عربستان و قطر مأمور تأمین بودجه میشن.
ترکیه مأمور آموزش جمع افراد و سلاح و حرکت اینا به طرف عراق به عهده میگیره. یه روز دنیا به واسطه رسانه‌های غربی آگاه میشه که داعشی به وجود اومده با هزاران پرسنل، توپ، تانک، وسایل جنگی کامل در خاک عراق. ببینید در دنیا که یه فرد با سکه دستی وقتی میخواد بره هزار جا از یه معذرت بشه درگیر میشه، چطور میشه من این همه وسایل از کجا یهو بیاد وسط عراق پیاده بشه؟ و بعدم لشکر مجهز عراق که قبلا زدوبندی شده یهو با همه اصلش تفخیم میشه. بلا فاصله سران آمریکا و اروپا اعلام میکنن که مبارزه با این با اینا سالها طول میکشه. معلوم میشه که از چای چمچنان خبردار شده بودن. دنیا را با رسانه‌های خودشون فریب میدن و قول بیشا خودمی از دارش درست کردن. نمیدونم مردم با این وسایل انفرماتیک امروز دیگه فریب نمی خورن. حالا گیرم که خلق را به فریبت فریبتی، با دست انتقام طبیعت چه می کنی؟ روزی نیست که ده ها زن و بچه و بیگناه در این کشورها کشته نشن، سر صدای نمیشه. البته این که میگن لشکرکشی به افغانستان و عراق و لیبی و سوریه و غیره برای متجاوزین غربی نتیجه نداشته و با شکست روبرو شدن، به نظر من صحیح نیست. اونها موفق شده و به هدف اصلی خودشون رسیدن. برای اینکه برنامه ریزی و هدف اولیه از سال 1947 این بود که کشورهای خاورمیانه به خاک و خون کشیده بشن و کشورها رو تیکه باره کنن که نبادا خطری برای موجودیت اسرائیل ایجاد بشه. تمام این روزها که کشته این ورانور در این کشور میشه سر صدای اصلا در نمیاد. اما در یک حادثه تروریستی در 13 نوامبر کشتاری در فرانسه شد، مردم به گناه کشته شدن، دنیا دوباره تکون خورد. سازمان ملل، همه سران کشورهای جهان، همه مقامات عزادار شد و تسلیت گفتن. وضع فوق‌العاده برای 3 ماه برقرار شدن. بروکسل فلج شده بود. از ترس خیالی هر اجتماعی رو ممنوع کردن. وقتی سر شب این عمل درست شد با پیشبینی که قبلا کرده بودن، در 4 صبح به 38 زبان دنیا عمل تروریستی در فرانسه منتشر شد. 11 صبح 59 زبان در دنیا مقاله نوشتن. 11 صبح 59 زبان منتشر شد. 4 بعد از ظهر 80 زبان در دنیا این مطلب رو پوشش داد. فرداش تا ساعت تقریبا 10:30 از ماجرا گذشته 500 مرتبه آتیش رو عوض کردن. اسمش داعش گذاشتن، اسمش اسلامی گذاشتن و همینطور موادش رو کم و زیاد کردن. در هر حال در ظرف 2 هفته 4664 آتیش در دنیا در این موارد پخش کردن. حالا ببینید تروریست ها بچه های خودشون بودن. در فرانسه، بلژیک به دنیا آمده بودن، بزرگ شده بودن. یک کلمه نمیگن تروریست فرانسوی یا بلژیکی، همش هم از اسلامی و داعش میزنن که اسلام ستیزی رو ادامه بدن. اگر واقعا این وحشت آفرینی صحت داشت، تا حتی که مسابقات ورزشی رو هم تعطیل کردن، چطور شد که سران 160 کشور جهان در پاریس در همون ایام میان برای آلودگی هوا جمع میشن، نشستند و گفتند و برخواستند و خطری نبود؟ اسلام غربی که درست کردن و نمونهش هم ترکیه رو علم کردن که همه جدن بزنن باید همین جوری باشه، این برایشون کافی نبوده.
حالا رئیس جمهور فرانسه بعدن تقریبا دوشنبه گذشته گفتش که امامان جمعه در مساجد فرانسه باید جمع بشن وضع اسلام که هست تغییرش بدن. یعنی ایشان هم از خواب بیدار شده و میخواد اسلام فرانسوی هم اختراع بکنه، اما از فردای شمومون بیخبره. در سال 1982 سخنگوی حزب الله لبنان اعلان کرد اولین کشوری که در اروپا با حکومت اسلامی اداره خواهد شد فرانسه خواهد بود. الانم پس آقای رئیس جمهور فرانسه باش تا صبح دولتت بدمد. امروز صبح هم که نتیجه انتخابات شدیدن که چجور شکست خوردن. البته حزب سوسیالیست شکست نخورد، شخص فرانسوا هولند که آدم آنچنانی نیست که بتونه فرانسه را اداره کنه، این شکست اون شکست خورده، وگرنه دنیا به طرف سوسیال دموکراسی داره پیش میده. آقای صبی با این بیبندباری ها و صحنه سازی ها که من میبینم باورم بر این شده صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. سپاسگزارم. خب بازم از آقای دکتر عقیلی پور ممنون و متشکر. و دوستان شنیدید نظرات ایشون رو که وقتی که حرفای اوباما رو گوش میدی، حرفای رئیس جمهور فرانسه رو گوش میدی، بعد صحبتای آقای عقیلی پور رو گوش میدی، میبینی که این ضد و نقیضایی که اونا میگن واقعا همینه که دنیا رو به اینجا رسونده. مثلا آقای اوباما میگه ما الان این ویوینگ ویزا اینو میخوایم برداریم. آقا اونی که تو آمریکا دنیا اومده آمریکاییه، اونو چه کار میکنی؟ یا همینایی که توی فرانسه و بلژیک و این ور اون ور دنیا اومدن، اونا رو چه کار میکنی؟ در صورت نمیدونم، امیدوارم یه برنامه پیدا بشه، یک کس پیدا بشه به ملت بگه چه باید کرد. ما هی به شما میگیم اگه میتونید حمایت کنید، کمک کنید، نمی کنید. حالا به قول معروف میخوام که نکنید. ما تا این شرکت ها رو داریم احتیاجی به شما نداریم. همین هم که نامه رو آوردم طرف 58,965 دلار و 2 سنت چک فرستاده برای ما اربع عمش که ما بریم کش کنیم. میبینید دوستان؟ و نوشته که ما کارمون وام دادن به بیزینس ها هست. خب آخه این بیزینس مردم تیوی چه پولی داره، چه درآمدی داشته که شما 58,000 دلار براش چک فرستادین؟ نمیدونم، این حالا از همون چکایی هم هست که مینسه این چک قلابیه، باید بیاین یا واقعا میشه دیپازیت کنی. This check is void without. بله اصلا میشه دیپازیت کنی اینجوری که این میگه. Fingerprint security فلان بساط تش also content. بله هستن، بعض جام هستن نگاه میکنه ربطت میده، میبینه کردیتت خوبه، یه پولی بهت میده، یه وام بهت میده، بعد که نگاه میکنی میبینی با 30% اینترست، با 25% اینترست. ولی با همه اینا من فکر کنم این به اصطلاح کلش فیک باشه، دروغ باشه. این هم از خب باز هم ممنون از آقای عقیلی پور. بریم سراغ این بله رادیو صدای ایران که آقای حسین مهری شاه و دکتر صدیقی صحبت کردن. آقای آریان پور فرستاده نوشته جالبه، چشم حتما توی فرصتی اون رو نگاه کن. ضمناً چهارشنبه آقای آریان پور ساعت 2 بعد از ظهر با ما خواهند بود. یکی از دوستان هم قرار شده از اروپا با ما تماس بگیره، امیدوارم که بتونیم سر ساعت 3 ایشون رو هم داشته باشیم. و اما داشتیم میخوندیم برنامه های امروزتون، امروز رو سلام همشهری. بله در تلویزیون مردم همه میتونن برنامه داشته باشن، در صفحه تلویزیون مردم روی فیسبوک هم همه میتونن مقاله ها رو بنویسن. و این گدابازی و دزدی رو دست بردارید که من یه چیزی مینویسم ساعت 2 بعد از ظهر برنامه هست، شما میای ویدیوتو میذاری اونجا، خب منم پاکش میکنم. تا چند بار شما میتونی هی بیای من پاکش کنم؟
قشنگ مثل انسان شریف به خودتون احترام بذارید، به من احترام بذارید، به جامعه احترام بذارید، $10 هزینه بدید برای 7700 نفر میذاریم اونجا. تا زمانی که من و شما مفتخوری رو کنار نذاریم، شاه بیاد، رضا شاه بیاد، شیخ بیاد، همه اینا از من و شما سوء استفاده میکنن. 37 سال انقلاب شده، یک نفر از خانواده اینها کار نمیکنه. چرا؟ برای که باباشون شاه بوده. خب بابا، بابای تو ثروتی نداشت که، پدر بزرگت که ثروتی نداشت که، غیرت هم ندارن یکیشون بیاد جلو بگه آقا من این پولای دزدی رو نمیخوام. بیکار میگردن، میخورن، اعتیاد توی هتل ها شبی $2000 مواد، بعدم خودشونو میکشن. اون دختر بیچاره اونجوری خودشو کشت، این پسرم اینجوری خودشو کشت. اصلا که اگه مثل من و شما میرفتن کار میکردن، وقت اینی نداشتن که فکر کنن میخوان خودکشی کنن. این دوست ما پتروس روز یه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر تو 120 درجه از پشت بوم سقف، نمیدونم چی میگن، قیر و گونی، برای من عکس میفرسته داره آسفالت میکنه. خب این معلومه که به فکر خودکشی نمیفته. ولی همین پتروس اگه بابا شاه بود، شبی $2000 توی هتلی یه اتاق بهش داده بودن، شبی $2000 هم دوا میکشید، الان اینم مرده بود، خودکشی کرده بود، چون زندگیش یه نواخت میشه. خب حالا همچین آینده ای در انتظار این آقازاده های آخوندام هست. صحبت از آخوند شد، حضرت آیت الله حسن اجلالی هم امروز ساعت 4 بعد از ظهر با شما خواهند بود به مدت 1 ساعت. ایشون در کانال FPA هم برنامه داره، فیلمایی که اینجا یا برنامه‌ای که اینجا دارن در رادیو FPA هم به اصطلاح نشون داده میشه یا پخش میشه. خب این نامه‌ای که آقای آریانپور نوشته بود، تا حالا یک ایرانی کمربند انتحاری به خودش نبسته و بره چند تا آخوند و نمیدونم اینها رو منفجر کنه. خب آقای آریانپور، ببین اونایی که بستن که فکر میکردن میرن بهشت، 72 تا زن باکره یا دختر باکره باید بگیم منتظرشون هست، این بنده خدا چون به کمرش بمب بسته بود، ببین اونجا که رسیده نوشته یک شهید پس از استفاده از کمربند انتحاری در بهشت. خب معلومه که ایرانی هم چیکار نمیکنن. چرا؟ چون ما ایرانی ها خیلی خودخواه هستیم، ولی خودخواه بودن بد نیست، بعضی مواقع به نفع انسان هست. یکی که باعث میشه که آدم پیشرفت کنه، چون خودخواهه میخواد همه چی رو داشته باشه. ما الان اینجا از اونایی که 4 جنریشن 5 جنریشن از ایتالیا، ایرلند، اسپانیا، اسپانیش هستن اینجا، ما ایرانی ها جلوتر هستیم. چرا؟ چون حقیقتا خودخواه هستیم و یه مقداری هم هرس میزنیم. و اما صحبت از هرس و حسادت و اینها شد، اجازه بدید که لاک پشت حسود رو ازش براتون صحبت کن. میگه که داستان کودای حسادت لاک پشت به رقص هزار پا، زمان مورد نیاز برای خواندن 30 ثانیه. چه جالبه که این زمان هم گذاشته، چون شما میدونید فرمای IRS میدونیسته که مثلا این فرم رو که میخواییم پر کنید 1 ساعت طول میکشه. بعد الان به این نتیجه رسیدن که اصلا اینا دروغ مزخرفه، شما به عنوان یه فرد معمولی که میرید کار میکنید میاین، اصلا دیگه امکان این که خودتون بشینید از روی فرم ها IRS به اصطلاح مالیاتتون رو پر کنید امکان نداره، مگر اینکه با کمک کامپیوتر و با کمک این فرم های توربو تکس و نمیدونم اینهایی که $30 $100 $40 ازتون میگیره. هزار پایی بود وقتی میرخصید، جانوران جنگل گرد او جمع میشدند تا او را تحسین کنند، همه به استثنای یکی که ابدا رقص هزار پا را دوست نداشت، یک لاک پشت حسود. او یک نامه به هزار پا نوشت: ای هزار پای بی‌نظیر، من یکی از تحسین کنندگان بی قید و شرط رقص شما هستم و میخواهم بپرسم چگونه میرخصید؟ آیا اول پای 228 را بلند می کنید و بعد پای شماره 59 را، یا رقص ها ابتدا با بلند کردن پای شماره 499 آغاز می کنید؟
در انتظار پاسخ هستم. با احترام تمام، لاک پشت. هزار پا پس از دریافت نامه در این اندیشه فرو رفت که بداند واقعاً هنگام رقصیدن چه می کند و کدام یک از پاهای خود را قبل از همه بلند می کند و بعد از آن کدام یکی را. متاسفانه هزار پا بعد از دریافت این نامه دیگر هرگز موفق به رقصیدن نشد. سخنان بیهوده دیگران، اینجا با بگیم پرسش های بیهوده دیگران، دیگران از روی بدخواهی و حسادت می تواند در نیروی تخیل ما غلبه کرده یا بر نیروی تخیل ما غلبه کرده و مانع پیشرفت و بلند پروازی ما شود. کتاب دنیای صوفی پستین گاردر یا یوستین گاردن یا جستین گاردن. anyway. ممنون از دوستی که اینو فرستاده. این جوک در همین رابطه یه جوکی هم بود، میگن که یه آقای ریش بلندی، یه نفر مثل که آمد با تگ بالتیمو، میگه یه آدم ریش بلندی داشت رد میشد، بچه ها میخواستن مسخرش کنن، بهش گفتن که حاج آقا شب که میخوابی ریشت رو زیر لحاف میذاری یا روی لحاف؟ اون مرده گفت که من الان یادم نیست، فردا صبح بهتون میگم. این بنده خدا شب که رفت خونه خواست بخوابه، ریشش رو کرد زیر لحاف، دید نمیشه. درش آورد گذاشت روی لحاف، دید نمیشه. همینجوری تا صبح بیخوابی، آخرش فردا اومد تو خیابون فوش داد به اون بچه ها، گفت شما فلان فلان شده ها باعث شده که من شب نخوابم. حالا اگه این ماشینی که آمد اینجا، میریم با هم شعرهای دیگه، الان وقتم دیگه تمومه، شعرهای آقای یدالله طارمی رو میشنویم تا ساعت 4 که آقای اجلالی با ما باشه. این آقای یدالله طارمی شاعر شیرازی شیرین سخن، شعراش به مدت 40 و چند دقیقه من روی یک عکسای مال شیراز گذاشتم، روی یوتیوب هم هست. اگه نتونستید پیدا کنید لینکش رو، برای من یه ایمیل بفرستید، پولم ازتون نمیخوام، اقلا اون زحمت کشیده، ما زحمت کشیدیم، شما استفاده کنید. ولی اگر مایل بودید حمایت کنید. امروز 7 دسامبر هست، آخرین ماه امسال هست، ایام عیدی دادن، جشن، چی میگن اینجا، میگن چیز اینا، چریتی چیزای خیریه. در هر صورت اینم از این ماجرا. و اما ببینیم که پس از لاک پشت حسود باید براتون، آهان یه دوستی یه پیامی گذاشته، ضمن تشکر از ایشون، چه خوب شد که دیدم، این رو پخش کنم با هم صحبتای این دوستمون رو بشنویم درباره سپهبد ربیعی هست. بفرمایید. آقای سربی با سلام، من برنامه های شما رو همیشه از طریق فیسبوک تماشا میکنم. در مورد دادگاه سپهبد ربیعی، اولا که سپهبد ربیعی خودش 23 بهمن ما رفته بود به ستاد این کفتار که نمیدونه مسجد علوی بود یا مدرسه چی بود، رفاه بود، خودش معرفی کرده بود، خودش از انقلاب میدونه. شب پیشش هم اومد تو رادیو ایران صحبت هایی کرد که گفت که به پادگانه حمله نکنید و فلان، از این صحبت ها، اصلا مسئله دستگیری ایشون نبوده. بعدم تو دادگاهی که اواخر فروردین ماه بود تشکیل شد و اون کثافت خلخالی نمیدونم زیادش بود و از این صحبت ها، یعنی 2 ماه بعد از این حدودن، همش گریه و زاری و اینا بود. من فستما هستم فستما هستم اصلا نبود آقای سربی، یعنی اشتباه هم به شما اطلاع دادن، اینجوری نبوده. من مطمئنم، من توی دادگاه بیشتر ارتش های بیگناه ما، من همش بودم، در جریانات بودم، دنبال میکردم، هنوزم که هنوزه خیلی متاسفم و دنبال میکنم. ارتش ما واقعا، نه که بگیم من مرزاشا فرار کرد تکیه شد، یک خیانت تمام عیار آمریکایی ها بود به ایرانی ها و ارتش. آمریکایی ها اون هایزر بی سفرد اومد گفت که آقا کار نکنید، دستی فلان نکنید، بلند نکنید، ما اینجوری میکنه فلان میکنیم، چی اینجوری شد. بعد هم دادن دست آخوندا اینا رو قیمه قیمه کردن. اینه بعد بیشتر به 99% به حساب این آمریکایی های بی صفت و بی ناموس بذاریم، معذرت میخوام، تا خیانت خود ارتشی ها به خودشون. ارتش هم واقعا همچی که شما گفتید بی کفایت و بی لیاقت بودن دیگه، وگرنه اینجوری که نباید میشون. اصلاً خیلی ممنون، من برنامه های شما رو همیشه تماشا میکنم، خیلی هم برنامه خوبی، قربان محبت شما، خدا حافظ. ممنونم از شما که لطف کردید پیام گذاشتید.
خب ببینید، من هم اون ایام اوائل انقلاب، درسته که اینا تو تلویزیون نشون میدادن دادگاه ها و اینها، ولی همه قسمتاشو کامل که نشون نمیدادن. اگر شما فقط به اون قسمتی که از کانال و صافی و فیلتر اینها میمد بیرون توجه میکردید خب هیچی، ولی اگه شما بودید داخل اون دادگاه ها خوب بود که بگید که شما کی بودید که اونجا بودید اینها. بعدم شما اگه بگید من بودم اونجا و من اسمم اینه فامیلم اینه، مردم میگن بابا این درست میگه و اونی که برای سوربی فرستاده یا اونی که تو ویکی‌پدیا نوشته اون دروغ میگه. و من چقدر خوشحالم که شما، افتخار میکنم که بیننده مثل شما دارم، که شماها بیننده های من هستی، بیننده های بی‌تفاوت نیستی. اگه یک کسی حتی مرده امروز گفته من یا گفته دیگری که من رو به اشتباه انداخته حق اونو پامال میکنه، شما میای حتی از حق مردم دفاع میکنی. ممنونم از شما و بیشتر توضیح بدیم. من همیشه گفتم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. دوستان عزیز، من سعی میکنم برنامه هامو از 2 ساعت بیارم به 90 دقیقه. امروز هم 92 دقیقه با شما بودیم و اجازه بدید بریم سراغ آقای یدالله طارمی، شعرهای زیبای از ایشون بشنویم و امیدوار باشیم که چهارشنبه باز با شما باشیم با آقای تیمسار آریانپور و اون دوستمون از اروپا. پس از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکر. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، فیسبوک ما استفاده کنید، ایمیل ما، عضو ایمیلمون بشید تا براتون بفرستیم برنامه ها رو. هر جایی با هر تلفنی با هر گوشی میتونید ببینید اونجوری. و دیگه ما بیشتر از این نمیدونیم چه کار کنیم. شماها بگید چه باید کرد و اگر هم دوست داشتید و وضع مالیتون بهتون اجازه میده حتما حتما حمایت کنید. 1 دقیقه به من وقت بدید تا این عوض کنم برنامه رو براتون، اون شعر رو بذارم. مرسی، به امید دیدار و روزهای و شبهای خوبی در انتظارتون باشه. برنامه بعدی ساعت 4 آقای حسن اجلالی هست.